با درود خدمت شما عزیزان، سال تازه، سال 1402 هم شروع شد و امروز سه شنبه اول فروردین 1402 هستیم و دیشب که سال تحویل می شد، بعد از تحویل سال در ایران در برخی شهرها به خیابانها ریختند و استارت ادامه انقلاب زن زندگی آزادی یا انقلاب نوین ایران رو زدند و در خیابانها جمعیت فریاد می زد مرگ بر خامنه ای، سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی. و در شهرهای دیگر هم در تهران و جاهای مختلف هم با فریاد از داخل خانه ها یا پشت بام ها فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای و دیکتاتور رو هم سر دادند، چون مردم می دانند که این رژیم رژیمی دزد و جنایتکار هست و باید اینها بروند. همه اینها در این 44 سال زندگی مردم رو تباه کردند، روزگار مردم رو سیاه کردند و این چیزی نیست که ما بخواهیم بگوییم. همه کسانی که کمی دقت داشته باشند، کمی معرفت داشته باشند به این نتیجه خواهند رسید. حالا من در اینجا امروز در رابطه با مافیای هاشمی رفسنجانی که یک بخش عظیمی از حکومت اسلامی بود و الان هم خانوادش هستند، دزدی‌های کلانی کردند، رشوه‌خواری، دزدی، جنایت، قتل و در اصل عقده‌های قبل از انقلاب یک آخوند منبری بود و برای 2000 سگدو می‌زد تا بتواند زندگی کند. پدرشون همون هاشمی رفسنجانی یک دزد کلاش بود. الان یک مصاحبه رو، یعنی در اصل یک مناظره رو از پسر هاشمی رفسنجانی با یک دکتری به نام دکتر حسینی ازش پخش میکنم، ببینید که چگونه دزدی های اینها رو رو میکنه. قبل از اون بخشی از این مافیا رو براتون میگم. جزئیات فعالیت مافیای ثروت و قدرت خاندان هاشمی رفسنجانی بسیار طولانی است، اما شمه هایی رو از اون براتون میگم که این خانواده، این مافیا به گروه های زینفوز و در سایت ها و جاهای مختلف اینها مثل اختاپوس بر شبکه های مالی، تجاری و صنعتی کشور پنجه انداختند. گروه های مافیایی همواره در صدد کسب ثروت بوده و برای حصول و حفظ آن لاجرم بایستی صاحب قدرت نیز باشند. مافیای رفسنجانی با برخورداری از ثروت بی‌حصر در کشور ایران در وهله اول سعی کرد با حمایت از برخی سیاستمداران اراده خودش رو به اونها تحمیل کنه و شبکه ثروت رو از پشتیبانی سیاسیون برخوردار نماید. این گروه مخوف و هولناک از یک طرف روند کسب و حفظ ثروت رو تسریع نموده و از طرف دیگر برای خود مسئولیت آهنین و چند لایه ایجاد کنند. در چند سال گذشته، یعنی در اصل در این 44 سال گذشته، به ویژه شرایط پس از جنگ، یک جریان مافیایی بسیار بزرگ در کشور شکل گرفت. در یک نامه محرمانه هاشمی رفسنجانی با اعمال قدرت برای تبدیل اراضی منابع طبیعی به ویلا، محمد هاشمی برادر هاشمی رفسنجانی، یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی یا حجت الاسلام رفسنجانی، با استفاده از نفوذ و قدرت خود در سال 80 چندین هکتار از اراضی منابع ملی پلاک 24 اصلی موسوم به لالان از شهرستان شمیران واقع در فشم متعلق به منابع طبیعی رو تصرف می نماید. مدیر کل منابع طبیعی استان تهران غلام عباس عبدی نژاد در تاریخ 3/26/483 طی نامه شماره 116/97-67 خطاب به دفترخانه اسناد رسمی شماره 539 تهران درخواست نموده تا نسبت به ثبت و انتقال قطعی 12450 متر مربع از اراضی منابع طبیعی پلاک 24 موسوم به لالان با استناد به مجوز شماره 5/23/21 صادره در تاریخ 7/3/80 از ریاست سازمان جنگل ها و مراتع کشور به محمد هاشمی اقدام نماید.
یعنی دزدی عملی و علنی از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی به برادرش محمد هاشمی که رئیس صدا و سیما هم بود. محمد هاشمی قبل از انتقال سند فوق اقدام به فروش یا انجام قراردادهای سوری جهت انتقال سند قسمتهای دیگری از ملک تصرف شده به نام نزدیکان خود نموده است. محمد هاشمی قبل از اقدامات ذکر شده در بند یک اقدام به تأسیس شرکت کوثر پارس به شماره ثبت 20-2662 به نام حمیدرضا نظری که برادر خانم وی هست، فرزند محمد متولد سال 45 به شماره شناسنامه 1342 نموده که چند هزار متر از شش دانگ قطعه به مساحت 492-295 متر مربع اراضی پلاک 10-66 فرعی و 24 اصلی رو به نام این شرکت به ثبت رسونده. مجتمع فرهنگی روشنگران متعلق به محمد هاشمی در تاریخ 11 دی سال 81 قطع زمینی به مساحت 562 متر مربع از زمین متعلق به پلاک 24 که در لالان یا همون فشم رو به خانمی به نام طاهره گلکار فروخته است. لازم به ذکر است آقای محمد هاشمی در بخشی از متصرفات مذکور اقدام به ساخت دو مجتمع ویلایی فدک و ریحانه نموده که تاکنون حدود 18 واحد آن آماده و هر واحد به مبلغ کلانی بسیار بالایی فروخته شده. دفتر فروش ویلاها گفته در حال حاضر 18 واحد ویلای مستقل با متراژ 150 تا 350 متر مربع که بنای اون ساختمان هست و زمینی هم به 400 تا 2250 متر که به اون اضافه میشه و اینها برخی از دزدی‌های اینهاست. اینها رقم‌های بسیار کوچکی است که اینها می‌دزدند. حالا الان یک مصاحبه اینو گفتم که پیشگفتار این برنامه باشه و حالا یک مناظره با پسر هاشمی رفسنجانی با یکی از کسانی که آگاه است و حسابی مچ اینها رو گرفته مناظره می‌کنه و در این مناظره حتی دعواشون میشه. لطفاً به این مناظره گوش کنید. آقای دکتر نکته‌تون رو بفرمایید در حوزه حمل و نقل. ببینید ایشون اگه نگم توهین شد دوباره بهشون عرض بکنم که باید بهشون عرض بکنم که دارن چشم بندی میکنن. خودشون میفرمایند که 13000 میلیارد تومان از بانک وام گرفتیم، بعد میگن که دولت داد. آقای قالیباف گفتم گرفته. آقای قالیباف شما مشاورشون بودید آقای دکتر. آقای رفسنجانی این پول رو دولت میده به شهرداری، این 13000 میلیارد رو. بله یا شهرداری از محل تراکم فروشی باید برن از دولت بگیرن. شما شهر رو گران کردید. نه آقای شما شهر رو گران کردید. شما مسکن رو گران کردید. شما تراکم خرج کردید. خرج توسعه شهر کردید. بابا این قوانین رو دقیق میدونم. من قوانین رو دقیق میدونم. آقای رفسنجانی باید هزینه های ساخت زیربناهای مترو تهران رو پرداخت در تمام این سال‌ها نداده. اگر شما باید شرکت نفت اقساطش از کجا باید بدن؟ دولت نداده. نه نه. من خواهش میکنم دوستان میکروفون ها رو ببندن لطفا میکروفون ها رو ببندن. بذارید من به شما بگم اجازه بدید گفتم میکروفون ها رو ببندن. بذارید بگم شرکت نفت باید از ما با تفاوت مصرف سوخت این وام ها رو پرداخت کنه. یه قانونی داریم شو نمیدونه در مجلس اینه. میکروفون بسته است. اجازه بدید. اجازه بدید. میکروفون بسته است. آقا شما این چیزی نمیدونی همینجوری اینو میذاری فکر می‌کنی مردم خوشش میاد. شما نمیدونید. شما وقتی خودتون دارید یه قانونی 3000 میلیارد تومان وام گرفتید. ما میکروفونمون بسته است دوستانا. صداتون رو نمیشنون. دولت داده. در تمام این سال‌ها من و شما خبر داریم که دولت پول نداده. باید بده. چرا الکی دولت بده؟ دولت شهرداری داده دیگه. شهرداری از کجا آورده؟ باید بده دولت بشه. آیه هاشمی. بده شما کلوم. خانم بذارید حرف بزنید. شما من کیلومتر. خب نه اجازه بدید که گفتمان انجام بشه. اجازه گفتگو. خب وام مگه از تراکم جواب ندید؟ مگه از بودجه شهر پس ندید؟ آقای حسینی اجازه بدید. اصلا میدونید که شهرداری الان آقای شهرداری پس بده. الان 90000 میلیارد تومان بده که دولت میده. آقای رفسنجانی شما شهر رو گرون کردید، دولت باید بده نداده. خب شما از محل بودجه شهری اداره کردید. تمام این سال‌ها از جیب مردم شهر پول دادید. آقای هاشمی تمام این سال‌ها از جیب شهر اینجوری نیست. آقای داره دروغ میگه. شما دارید دروغ میگید.
شما دارید دروغ با همه این پولا رو باید دولت پرداخت بکنه. من خواهش میکنم اخلاق رو لطفا رعایت کنید. آقای دکتر حسینی و آقای هاشمی لطفا همدیگر رو به دروغگویی متهم نکنید. مردم از یک استاد دانشگاه و از یک رجل سیاسی، یک چهره سیاسی انتظار رعایت اخلاق و ادب. خب من دارم صحبت ببخشید میکنم. من برای دیگه صحبت من بیاد. نه آقای دکتر لحن شما هم تهاجمی است، آقای هاشمی هم صبوریشون رو از دست داده. من خواهش میکنم شما در شما حرف نداره حرفای من بزنید. پول از کجا اومده؟ میگم این پول دولت و دولت الان 400 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بده. اینم روش دولت نداده. اینم روش عجیب مردم دادی. ندادیم ما از بانک گرفتیم. ببخشید پیمونکارای بزرگتون از کجا آوردن؟ اقساط رو از کجا دادن؟ بانک از کی گرفته؟ بانک از دولت شهر رو گرون کرده. بانک هم بخشی از بساز بفروشی شهر. باشه شما دولت باید بده. شما از طریق بانک شهر رو گرون کردید. مقصر دولت شهر رو گرون کردید. اینجا مقصر شما مردم رو بیچاره کردید آقای رفسنجانی. شما مردم بیچاره کردید. اصلا چه ربطی به املاق عمومی داره؟ منابع عمومی رد به املاق عمومی داره. شما اگه پوز میدید که ما جاده ساختیم عجیب مردم ساخته. دو دقیقه صبوری کنید. نه دو دقیقه شما صبوری کنید. شما هم به هر کسی شما به هر کسی بهتون تعریف کنید. نه نه من خواهش میکنم شما صبوری کنید. ایشون صحبتشون رو بکنن تا این به اختیار شماست. چون شاهید نمیشه که انتقاد آقای رفسنجانی باید بشنوید. ما چه رفتی به حمل و نقل عمومی داریم؟ منابع حمل و نقل عمومی از جیب مردم آقای رفسنجانی آخرش حمل و نقل عمومی منابع حمل و نقل عمومی از جیب مردمه. دو سه مردم این شهر اصلا ماشین ندارن. دو سه مردم این شهر اجاره نشینن. خب بهشون دولت بزنه دیگه. شما اون اجاره نشینا رو بدبخت کردید باش پروژه بسازید؟ بابا جان آقای دکتر حسینی ما مجبوریم لایف رو قطع کنیم به خاطر اینکه هیچ گفتگویی شکل نمیگیره. گفتگو آداب داره. نه شما هم تهاجمی میرید. ایشون صبوری نمیکنن. نه حق ندارید. اصلا چیزی به نام حق نداریم آقای دکتر. کسی حق نداره به دیگری به تازه و بهش توهین بکنه. اینکه تعارف نداری. شما آقای مهندس قدری صبوری کنید. چه صبوری؟ شما وقتی کسی رو وردید ما از شما اجازه ما از شما اجازه گرفتیم. لطفا دوستان میکروفون ها رو لطفا ببندید. شما هر چی حرف بزنید من جواب من خواهش میکنم موسیقی پخش کنید و میکروفون ها رو ببندید دوستان. شما راست راست تو تریبون دروغ میگید. جلو من این پشت میگید توهین کردی بعد جلو میگی نگفتم. عصر شما بخیر بیننده برنامه آن ایر هستید. من برای اولین بار بعد از 28 سال مجبور شدم وسط یه برنامه خارج بشم به خاطر اینکه احساس میکنم ما هنوز فرهنگ گفتگو رو بلد نیستیم. وقتی که ببخشید آقای مهندس هاشمی رو میام وقتی یک استاد دانشگاه تو شما هم که سابقه علمی دارید و اجرایی بعد شهرهای شناخته شده این نمیتونید با هم وارد گفتگو بشین از مردم چه انتظاری میتونید داشته باشین تو کوچه خیابون؟ شما خودتون هم گفتید بعد از موضوع حمل و نقل مردم راجع به آسیب‌های اجتماعی صحبت میکنن. ترافیک خودش عامل عصب خوردی هست. مردم به روی هم میتوپن. بعد وقتی این اتفاقات رو ببینن خب دیگه میدونیم دیگه چه تأثیری خواهد گذاشت. در نهایت من دقایقی همراه شما هستم تا نکات شما رو بشنویم. آقای دکتر حسینی نظرشون بر این بود که یه نکته رو اشاره کردن. گفتم بودجه از کجا میاد؟ شما گفتین که وام گرفتند. از بانک شهر مثلا آقای قالیباف. گفتن که اقساط بانک شهر رو از کجا باید شهرداری تامین کنه بده؟ آیا از محل تراکم فروشی است دوباره؟ نه اونجا که اصلا مردم نشنیدن. بله حالا ببینید اصولا پروژه ها وقتی میخواد اجرا بشه در سیستم دولت برای پروژه ها بودجه گذاشته میشه. مثلا وقتی میخواد یه خطی از مترو ساخته بشه این خط حدودا یه مترو وقتی بخواد تجهیز کامل بشه کیلومتری بین 40 تا 50 میلیون دلار هزینه شه و یه خط 20 کیلومتری مثلا میشه 800 میلیون دلار هزینه شه. هیچ ارگانی نمیتونه یه دفعه وارد یک پروژه 800 میلیون دلاری بشه که البته بیش از 60-70 درصد این به سبک ریالیه چون ساخت داخل انجام میشه. در نتیجه قبل از اینکه این کارو بکنه میره با مقامات دولتی و مقامات برنامه بودجه اینا وارد مذاکره میشه و درخواست بودجه برای اجرای این پروژه ها میکنه. الان یکی از مشکلات متروی تهران همینه که مثلا برای تامین کاپ واگن به اندازه کافی پول نمیدن. الان میدونید که مصوبه دولت برای تامین واگن الان برای متروی تهران حداقل 1000 خورده واگن 1500 واگن ما الان شما الان اگه فرض کنید یک واگن 1 میلیون دلاره به قیمت دلار امروز اگر حتی 25000 تومان هم بگیرید قیمت یک واگن چقدر میشه؟ میشه چیزی در حدود 25 میلیارد تومان. درسته؟
خب اگر فرض رو بر این بذاریم 1000 واگن چقدر پول میخواد؟ هر یک دستگاه واگن من قیمت گرفتم حدود 1,000,000 یوروه. بله دیگه، حدود الان به یورو بگیری میشه مثلا 30,000 میلیارد تومان. خب قیمت یک واگن مترو 4 میلیارد تومان بوده 4 سال قبل، زمانی که شما رئیس شورای شهر بودین، در حالی که الان 30 میلیارد. آره چون ارز رفته بالا. خب فرض کنید که الان مصوبه‌ای که دولت داده برای تامین واگن‌های مترو، فهم کنین چیه؟ الان مصوبه دادن که دولت خودش واگن‌ها رو می‌خره و به مترو تهران تحویل میده. مگه واگن‌ها رو قرار نبوده دیگه داخلی تولید کنن؟ آره دیگه، از طریق تولید کننده های داخل می‌خرن. ولی تولید کننده داخل اینا رو پولش رو یه بخشی از تجهیزات رو از خارج میارن. آها یعنی اینجا اسمبل میشه. ما الان 4 تا نه یه بخشیش با بدنه کامل اینجا ساخته میشه. خب. ببینید الان ما 4 کارخانه واگن‌سازی در ایران داریم که یکیش واگن‌سازی تهرانه در جنوب تهران که الان با حدود 50% ساخت داخل واگن میسازه و با این کار دانش بنیانی که اخیراً شده این ساخت داخل میتونه تا 80% هم بالا بره، تا 70% خوب. بالا بره. ولی این دلیلش این نیست که قیمتش کم میشه. بعضی وقتا بعضی از کالاها شما از خارج که بخرید از اون تر میشه تا داخل بسازید، چرا که به صورت انبوه نمیسازید. ولی در نهایت الان برای تامین یک واگن بین 25000 تا 30000 میلیارد تومان 30 میلیارد تومان هزینه است. اگر 1000 تا واگن بخواید بخرید، الان 1000 تا واگن بخواید بخرید یعنی چی؟ یعنی 30000 میلیارد تومان پول میخواید. کل بودجه شهرداری امسال کمتر از 50000 میلیارد تومانه. خب شما که میگین ما دولت بده. خب باش. پس چرا ما گفتیم که ما رفتیم خدمت دولت آقای روحانی، از زمان آقای قالیباف رفتن اونجا خوب. صحبت کردن، دولت هم قبول کرده 2000 واگن برای کل قطار شهری های کشور بخره که 1000 واگنش مخصوص تهرانه و چی شد؟ و مناقصه‌اش هم برگزار شده. با کجا؟ کیا اومدن تو مناقصه؟ واگن‌سازی تهران برنده شده. خب و این واگن‌سازی تهران مشترک با یه شرکت چینی این واگن ها رو میسازه. دولت که خودش پول نداشته گفته برید فاینانس بکنید. خب و وقتی رفتن فاینانس کردن خوردن به مشکلات تحریمی. آ پس تحریم تاثیر داره. بله دیگه، ببینید وقتی رفتن فاینانس بکنن مشکلات تحریمی، چرا؟ چون بخشی از این کالاها از چین هم که میاد باید بره از اروپا بیاد. اینجوری نیست که همه کالا رو چین میسازه، چون بعضی از کالاها رو هم خود چین هم باید بره از اروپا بگیره. خود تامین مسائل بانکی و تامین فاینانس هم مشکلات تحریمی داشته. بعضی میگن فاینانس تو اقتصاد ما اصلا معنا نداره. حالا شما... این بحث باز جداست، خارج از موضوع. در هر صورت مصوبه شما دارید این رو گره میزنید. در هر صورت بودجه خرید تجهیزات مترو رو دولت مصوب کرده کاملا از طریق چی بده؟ از طریق فایناس. حالا بازپرداختش چجوری در نظر گرفته؟ توی سیستم برنامه بودجه اینجوری در نظر گرفته که هر سفر با مترو حدود 10 سنت صرف جویی سوخت داره و یه قانون دیگه هست، اگر پروژه هایی انجام بشه که صرف جویی ساخت داده بشه، معادل اون رو وزارت نفت چون صرف جویی سوخت میشه پرداخت میکنه به پروژه ها. و این اتفاق داره میفته الان در شرکت بهره برداری مترو. هر سال حدود 170 80 میلیارد تومان پرداخت میشه بابت صرفه‌جویی سوخت. خب و در مورد واگن ها هم همین موضوع باید اینجوری شکل بگیره. یه مصوبه ای هم دولت آقای روحانی داده که 19000 اتوبوس برای کل کشور. خب اون هم مبناش همین صرفه‌جویی سوخته، یعنی گفتن هر مسافر هر سفر با مترو چیزی در حدود 9 سنت 9 خورده ای سنت صرفه‌جویی سوخت داره و یه جوینتی ایجاد میشه، یک هماهنگی ایجاد میشه بین سازمان برنامه بودجه، وزارت سمت که کارخانجات هستن و چون باید ساخت داخل بشه و وزارت نفت و بانک ها که وام میدن، بخشی از پول رو باید دولت بیاره بده به شرکت های سازنده، بخشی از پول رو باید برنامه وزارت نفت تضمین کنه که به کارخانجات بده، بعد صندوق بر همین هم انجام نمیشه. ببینید بعد صندوق توسعه ملی وام رو بده. خب الان ما چیکار بکنیم؟ الان این ببینید در کشور ما در کشور ما در نتیجه بودجه هایی که اصولا در حمل نقل عمومی تهران هزینه میشه از اول همینجور بود. یعنی من یادمه که زمان آیت الله هاشمی رفسنجانی آیت طرفو رئیس اتوبوسرانی بود، منم تو ریاست جمهوری بودم، ایشون اومد پلو من گفت ما 2000 تا اتوبوس لازم داریم. من رفتم به خدمت آیت الله هاشمی رفسنجانی، قرار شد 2000 تا 3000 اتوبوس برای شهرداری تهران خریده بشه، خریداری شد، داده شد. زمان آقای خاتمی هم همینجوری اتفاق افتاد. بعدش چی شد؟ بعد زمان آقای احمدی نژاد که اتفاق خیلی هم بهتر شد، 10000 اتوبوسشون آورد. خب پس چی شد که ما الان کم بود داریم؟ ما در دولت آقای روحانی، یعنی میدونید از آخرین واگن‌های از اتوبوس‌ها و واگن‌هایی که
برای مترو تهران خریده شده، هی تحریم ها افزایش پیدا کرد، هی کسر بودجه ها زیاد شد، همونجوری که الان هم دولت کسر بودجه داره. پولی که دولت باید تامین میکرد برای تهیه اتوبوس و برای تهیه واکن و تجهیزات مترو تهیه نکرد. مترو شهرداری تهران دید داره از نظر این ساخته هم عقب میفته، برای خاطر که بتونه فعلا مترو رو یه مقدار بسازه تا تجهیز بشه، رفت از سیستم بانکی وام گرفت و این وام رو هم باید دولت برداره. بله شهرداری مغروزه به بانک. بله الان بانکی. الان شهرداری 70 80 هزار میلیارد تومان، دولت باید اون یه بخشی از این بله باید میدونید که در قانون اومده که دولت باید زیربناهای ساخت مترو تهران رو پرداخت کنه، تجهیزاتش هم باید پرداخت کنه و این پول رو از تراکم فروشی پرداخت نمیشه. نکته دیگه ای که اینجا هست که چرا حالا این نمیشه، ببینید در کشور ما چون من یه سوال در کشور ما وقتی یک کار به یک وزارتخونه مربوط میشه خیلی راحت انجام میشه، مثلا با 60 70 درصد موفقیت شکل میگیره. این اگر بشه دو وزارتخونه یه دفعه موفقیت میاد رو 50 درصد چون هماهنگی ها کم میشه. اگه بشه سه وزارتخونه میاد رو 40 درصد. بله ما میدونیم که سازمان موازی زیاده. در تامین واگن تهران حدود 8 سیستم 8 ارگان باید با هم هماهنگ بشن تا ساخته بشه. مثل وزارت نفت. ببینید اولینش سازمان برنامه بودجه. خب. دومش وزارت سمت. خب. و کارخانجات واگن سازی. سوم بانک مرکزیه، چهارم بانکان، پنجم وزارت نفته، ششم خود شهرداری تهران که باید بخشی از این پول رو پرداخت کنه، هفتم سیستمی است که باید در وزارت کشور تصمیم بگیره که این مناقصه رو برگزار کنه، بعدم بازی کل کشور روش نظارت میکنه. پس این یه گره کوریه که چون همه با هم تأثیر دارد. چون قراره واگن‌های تهران توسط یک تصمیم دولتی که چیزی در حدود 7-8 ارگان دارن توش دخیلن، تازه صندوق توسعه ملی رو من نگفتم چون وام رو با دست صندوق توسعه ملی. در نتیجه شما اگر همه اینا رو بذارین کنار هم میبینید پیچیدگی عدم اجرای تصمیم ها علتش اینه که اینها به چندین وزارت خونه و ناهماهنگی بین وزارت خونه ها ایجاد میشه. هر کس هم اشاره میکنه به قوانین خودش و نمیگذاره. من نکته دارم. ببینید ما فقط راجع به واگن ها که نمیخوایم صحبت بکنیم، من الان آمار اتوبوس ها رو به شما بگم. 70 درصد ناوگان اتوبوس رانی ما فرسوده است. بعد قرار بوده 5000 دستگاه اتوبوس برای کلان شهرها و مصوبه رئیس جمهور وارد بشه، در خصوص ورود 19000 تا بوده، هیچ کدوم اجرا نشده. همین که گفتم بهتون میگم که تکلیفش مشخصه. بعد یه چیز عجیبی در مورد ونها و مینی بوس ها، همه از رده خارجن، مثلا نداریم، همه فرسودن و این باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ باعث میشه که 45 درصد حمل و نقل شهر تهران عمومی باشه، 55 درصد شخصیه و این نشون میده که عجب. عمومی نیست الان، زیر 20 درصد عمومی الان. و من میخوام بدونم ببینید شما 20 میلیون سفر انجام میدید الان دیگه بدتر. آره خیلی بدتر از اینه. آقای مهندس کسی داره اینو میگه که سالها سمت داشته در شهر تهران. بحث اون نیست. ببینید این که دولت، ببینید سمت رفتی به من نداره این موضوع. موضوع اینه که ببینید این موضوع اینه که دولت دچار کسر بودجه است و وقتی دوره، چون این که از جیب مردم که داده نمیشه، حمل و نقل عمومی درآمدزا نیست که از پول خودش بتونه پرداخت کنه، این وظیفه به عهده دولت گذاشته شده. دولت دچار کسر بودجه است، در مجلس اولویت های دیگه ای دارن، در بودجه های تصویبی برای حمل و نقل عمومی کلان شهرها پول نمیذارن. وقتی پول نمیذارن خود به خود اتوبوس ها بعد من الان سوالم اینه، شما به این سوال من واضح پاسخ بدید. شما راجع به تاریخچه مترو گفتید و خاطره یه مهم پدرتون تعریف کردید که چطوری رفتن جنگیدن، یه رئیس مجلس پا میشه میره تو دولت برای مترو تهران میره و صحبت میکنه تا بتونه مجوز بگیره. این حرف شماست، غیر از اینه مجوز ساختو گیره. آره دیگه ساخت نتونست مجوز نه. پول بگیره باشه، ولی بعد از اون طرف میایین مصاحبه میکنین با روزنامه شرق و میگید که ما مدیر جسور نداریم، بیشتر مشکلمون مدیره. من الان میگم بخش عمده ایشو شما زمامدار بودید، حالا یا در مترو تهران یا رئیس شورای شهر تهران بودید. اون زمانی که چرا میگید به من ربط نداره؟ سوال دیگه اینو با هم پارادوکس دیگه. من سال 89 از مترو تهران اومدم بیرون، یعنی الان 11 سال مترو تهران نیستم. ولی 4 سال رئیس شورای شهر. در 4 سال من حکم تقنینی داشتم، من که اجرایی نداشتم. نظارت هم بوده. نظارت اینه که خب ما دائم میگفتیم که باید بکنم. ببینید ما دائم میگفتیم که باید این کار انجام بشه. چون من بلد بودم، همین حرفا رو که الان میزنم خدمتتون میزدم. حوزه نظارت چی؟ بله، حوزه نظارتمون هم میرفت و توهین میکرد و میگفت چرا نکردید. و بعدش هم اعتراض میکردیم به دولت که چرا مصوبات رو اجرا نمیکنی. مصوبات هم اجرا نشد و اینا چیه؟ اینا مواردیه که باید سیستم بره بررسی کنه، همش میرسه به کسر بودجه.
وقتی میرسه به کسر بودجه یعنی چی؟ یعنی کشور از نظر کلان دچار مشکله. یعنی ایرادی پیدا کنم پرتغال فروش بله باید برن ببینن چرا کشور دچار کسر بودجه است، چرا کشور داره دور خودش میپیچه. اینا رو دیگه نمیشه اینجا گفت خدمت شما. چرا نمیتونین بگین خب بحث کسر بریم زندان بخوابیم؟ نه اینجوری هم نیست. چرا خیلی هم اینجوریه آیه مهندسایشن به خاطر حضورتون ممنون. اگه بخوام خیلی واضح بگیم بعد بریم زندان بخوابیم. سلامت باشید. من به خاطر حضورتون خیلی ممنونم و از صبوریتون و سعی صدرتون. من با شما خداحافظی میکنم. شما میرید آقای دکتر حسینی برمیگردن. دیگه این کار نکنید که یکی رو دعوت میکنید حداقل بهش میگید که طرف قبل از برنامه شما اجازه گرفتیم ما شما آقای دکتر حسینی رو دیدیم. نه من ببینید من موقعی که اومدم اینجا به من گفتید من... شما قبول کردید؟ نه من اینجا به من گفتید. بله من دیگه نمیتونستم جلوی آقای حسینی بگم آقا من نمیستم. نه شما توی اتاق دیگه بودید. نه زشت بود اون داشت میشیند اون پشت. ولی ما در نهایت موضوع شما به من تلفن زدید گفتید بیا اینجا در مورد هم نقل عمومی میخوایم صحبت بله. کنید. الان هم میگید. اومدید اینو تبدیل کردید به یه مناظره بسیار زشت. بدون اینکه با من هماهنگی بکنید و نباید این کارو بکنید. دست شما درد نکنه. نشستید حالا من داشتم خدافظی می‌کردم. و کار به نظرم خیلی بدی کرد. نه ببین ما از اول موضوعمون مدیریت شهری بوده. من هماهنگ کردید اصلا مدیریت شهری هم نبود. تمرکز من به من گفتید حمل و نقل عمومی. منم چون در حمل و نقل عمومی مسلط بودم بله. گفتم من میام و مسائل روشن ما موضوعمون حمل و نقل عمومی شما تبدیل کردید با آوردن یه فردی که قبلش به من نگفته بودید آوردید تبدیل کردید به یک کاری که برای مردم تبدیل شد به یک صحنه نزاع. ما شما رو دعوت کردیم آقای دکتر حسینی رو گفتیم جدا بیان بعد از شما بنشینن. شما توی اتاق فرمودید که اجازه هست برای همین ما هم اون دیگه بدتر میشد دیگه اون همه حرفا رو اونجا جدا میزد. آها الان هم میخوان جدا بیان بشین. آره آخرش هم میاد همین حرفا رو میزنه دیگه. ولی دیگه حداقل نزاع نمیشه. آخه فایدهش چیه؟ فایدهش چیه که شما یه کسی رو بیارید در مورد حمل و نقل عمومی اون بده در مورد شرف فروشی صحبت کنه. ایشون هم باید در مورد حمل و نقل عمومی شرف بعدم شرف فروشی جالبه از کرباسی شروع میرسه میرسه به حناچی اسم وسطاریش کدوم نمیگه. من که آوردم که هیچ که نمیگه. خیلی متشکرم از حضورتون. امیدوارم موفق بشید. دست شما درد نکنه. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. ما برمیگردیم و به اتفاق آقای حسینی همراه شما خواهیم بود. معلومه. عصر شما بخیر. آن ای رو میبینید و خیلی خوشحالم از اینکه همراه ما هستید. خلاصه یه ذره فضای استودیو آرام‌تر شد و ما با آقای مهندس هاشمی رفسنجانی خداحافظی کردیم و در این لحظه من دیگه انرژی ندارم آقای دکتر رو میخوایم با آقای دکتر جمع‌بندی بکنیم و نگاهشون رو در مورد موضوع مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل بشنویم. من نکات شما رو هم گفتم و ایشون گفتن که حتی اقساط رو هم که شهرداری برای تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی مثل مثلا واگن‌های مترو یا زیرساخت‌ها از بانک شهر استقراض کرده در زمان آقای قالیباف که اتفاقا شما مشاورشون بودین و بعد از اون که اصلا در دوران 4 ساله شورای پنجم که اصلا اتفاقی نیفتاده یه تونل آرش بوده که من یادم رفت این رو انقدر دعوا شد اونجا نشد بهش حرف بزنیم و گفتند که دولت باید اقساطش رو بده ولی شما نظر مخالف دارید. من مشکلی با مسئولین جمهوری اسلامی داریم تا بهشون نقد میکنیم زود میگن توهین شد. اتفاقا یه نماینده محترم مجلس جناح مقابل ایشون بله یعنی اصولگرا بود چند وقت پیش تو همین جا باهاش مناظره داشتیم تا من بهش گفتم این حرفت غلطه گفت شما من توهین کردید. آقای رفسنجانی هم تا بهش گفتم این حرفتون اشتباهه گفت شما توهین کردید. ببینید این منطقیه که ما انقلاب کردیم که آدم‌ها اینطور با هم برخورد نکنن. این که من از طبقه پایین اومدم، آقای رفسنجانی از طبقه بالا اومده، از پدرش رئیس جمهور بوده، دلیل نیست که ما نتونیم با هم دیگه برابر حرف بزنیم. ولی شما الان برابر روبرو هم نشسته بودید. الان خب منو اخراج کردید. نه اخراج نکردید، شما الان اینجایین. نه که ایشون بتونه تکی حرف بزنه پشت تریبون اصولا نمیتواند دو نفری حرف بزنه. من هی اجازه میدادم ایشون حرف بزنه 10 دقیقهشو حرف میزد یه ربعشو حرف میزد تا من شروع میکردم به حرف زدن میپرید تو صحبت من نمیذاشت. الان بریم سراغ نگاه شما. نه اصلا من میخوام بگم این فجایع اتفاق افتاده، این خرابکاری تو این شهر اتفاق افتاده به خاطر همین نگاه ما به مردم که آقا ما توجه به حرف مردم نمیکنیم. خب ببینید تا این نگاه هست هیچ چی حل نمیشه. ما باید یاد بگیریم برابر با هم حرف بزنیم. این که آقای هاشمی آقازاده است، این که من آقازاده نیستم دلیل بر این نیست که ما برابر حرف نزنیم. ما باید برابر حرف بزنیم. ایشون از موقعی که پدرش رئیس جمهور بوده مدیر بوده تا الان
ما همینو بهشون و گفتیم. هر لحظه ای که روی صندلی پاسخگویی نشسته چی؟ گفته من توهین شد. ولی ما راجع به عمل کرد صحبت میکنیم. من دقیقاً دارم عمل کرد حرف میزنم. اقلن از 32 سال مدیریت شهری 20 سال مسئولیتش با ایشونه. 20 سال. یعنی از لحظه که کارگزاران اینجا ریل مترو رو گذاشته و ایشون افتخار میکنه که ما گذاشتیم این مترو رو و بقیه ها ادامه دادن و آقای قالیباف ادامه داد. نیست. بیاین راجع به مترو صحبت کنیم. آفرین. آیا مترو زده عدالته؟ باش مخالفین. میگین ریل رو اشتباه گذاشته آقای بدن خانم. شما در اعضای بدن کبد رو از کلیه میتونید جدا کنید؟ نه. منسجم. مترو بخشی از اتوبانسازیه. اتوبانسازی بخشی از چی؟ اتوبوسرانیه. مدیریت شهری یه پکیجه. بله. آقای رفسنجانی نمیتونه قلبش رو جدا کنه، کلیهش رو جدا کنه، بگه این کلیه عدالت خواه بود، تمام اون بخشای دیگه ضد عدالت عمل کنه، ایشون بگه من فعلا در موردش حرف نمیزنم. حالا مترو رو که اخشار ضعیف دارن ازش استفاده میکنن بیشتر، من و شما که کمتر استفاده میکنیم حتی به عنوان قشر متوسط جامعه. شما اخشار ضعیف رو اخراج کردی نیستن تو شهر. این شهر شهر ثروتمندانه. امروز معدل درآمدی انقلاب به بالا چنده؟ امروز انقلاب به پایین چند نفرشون طی همین 4 سالی که ایشون رئیس شورای شهر بوده اخراج شدن به هشت گرد و به اندیشه و به امثال هم؟ چند نفرشون کارشون از دست دادن؟ پس اونایی که تو مناطق زندگی میکنن کیان؟ ببینید ما تمام محرومین رو به اطراف تهران اخراج کردیم. کسی که امکان پرداخت 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان اجاره در ماه نداره. بله. دیگه تهران زندگی نمیکنه یا دنبال خانه شراکتی هم. پس مترو رو برای چی ساختی؟ در محرومین؟ تو محرومین اخراج کردی؟ تو دشمن محرومینی؟ محرومی وجود نداره. یعنی الان کی از مترو استفاده میکنه بزنه شما؟ ما چیکار کردیم؟ ما یه طبقه متوسط شهری داشتیم، یه طبقه فقیر. فقیره رو از شهر اخراج کردیم. اون که هیچ. الان شما ببین دیگه مگه معدل اجاره خونه در تهران چنده که بخاطر همین تراکم 6 تا 8 تومانه تراکم فروشیای دوستانه که باعث رفتن مترو ساختن. ایشون میخواد از زیر اون در بره. که ما به خاطر اون مترو ساختیم. مترو هم از منابع عمومیه. تراکم فروش میدونین چرا حساسیتی داشت؟ چون دقیقاً شما اسم آقای قالیباف رو نیاوردید. گفتید از آقای کرباسی تا آقای علاتی. آقای قالیباف سرتاش رو باید بگی دیگه. کل شهردار رو باید بشمارم. ببینید من گفتم آقای قالیباف هم رو همین ریل بوده. مگه نگفتم؟ ولی ریل رو آقای کرباسی ساخت. خب می‌خواستن ریل رو عوض کنن. خب اجازه بدید. مگه نمی‌شد 12 سال آقای قالیباف شهردار بودن؟ من الان عرضم به شما اینه. شما فقرا را از شهر اخراج کردی. طی 32 سال با تصمیمات ساختاری نه فردی، یعنی محسن هاشمی که به تنهایی تصمیم نگرفته، یک حزب، یک سیستم، یک جناح، جناحی که همدست بانک هاست، جناحی که میخواد از شهر تامین منابع کنه، بقیه کاراشو انجام بده، اون آمده این ریلو گذاشته. خب خدا خیر. بعد فقرا را که اخراج کردیم، طبقه متوسط رو فقیر کردیم. اینایی که الان دارن از مترو استفاده میکنن طبقه متوسط قدیمم که الان فقیر شده. آره فقیر شد. خب من چی میگم؟ میگم مترو گزارشکار نداره، افتخار نداره. در لحظه‌ای که همه فقرا رو اخراج کرده، منابعش باعث شده این طبقه متوسط بیچاره هم فقیر بشه. خب یعنی چی؟ یعنی اصلا مترو نباید گسترش پیدا کنه با نگاه شما؟ نه، این سیستم مدیریت شهری که تراکم فروشیه و پول در میاره از گرانسازی، از جیب مردم پول در میدونی مثل چیه؟ مثل ارز ترجیحیه. الان ارز ترجیحی از جیب مردم پول برداشتن، اومدن یارانه دادن. آقای رفسنجانی هم تو مترو همین کارو کرده، از جیب مردم پول برداشته، شهر رو گران کرده، افتخار میکنه که من مترو ساختم. عزیز من تو شهر رو از بین بردی. شورای شهر را شخص که وجود نداره که. من دارم از کارگزاران یعنی سیاستگزاران اصلی مدیریت شهری حرف میزنم. نام آقای کرباسچی رو گفتم دیگه. گفتم آقای کرباسچی از آقای رفسنجانی اجازه گرفت. از سوال آقای مرحوم آقای رفسنجانی رحمت الله علیه، ایشون پول این مترو رو از دولت داد چیکار کرد؟ یا کنید آیا کارهای عمرانی که در زمان آقای دکتر قالیباف به عنوان مدیر جهادی انجام شده از کجا اومده؟ هر شهرداری کار انبساطی کرده، آقای قالیباف، آقای احمدی نژاد، آقای کرباسچی، هر کی، حدود 12 تا شهردار، هر کسی کار عمرانی کرده از تراکم فروشیه. اگر میگه نبوده باید برید بگید از کجا بوده. شما بعد چرا؟ اجازه بدید بعد ایشون میگه از بانک ها. من میگم خب بانک ها هم دوباره از تراکم فروشی جواب میدی؟ آقای دکتر من سوالم اینه، یکی اینکه شما اصلا اسم آقای زاکانی رو نیاوردید برام جالب. آقای زاکانی که 200 روزه ایشون هم تو همین ریله، ولی هنوز کاری نکرده که من یقهشو بگیرم. آقای رفسنجانی 20 سال مسئول بوده. خب نکته قبول ندارید آقای رفسنجانی 20 سال مسئول چرا بوده؟ خب بالاخره خیلی سوال لازم نشد زیر بار حداقلی از پاسخگویی نسبت به سیاست. یک مجموعه است دیگه، شما خودتونم میگید یه مجموعه است. این شهر بوده
مغز این شهر مسئول مترو نبوده. آقای هاشمی رفسنجانی که پسرشو گذاشته مدیر عامل مترو، پسرشو گذاشته مدیر عامل مترو، مغز این کشور بوده. خب. سیاستگذار بوده. جالبه. مرحوم آیت الله رفسنجانی، مرحوم آیت الله رفسنجانی رفت تبریز. قبل از اینکه شما خاطراتونو بگید از آیت الله هاشمی رفسنجانی، شما مشاور آقای قالیباف بودید. آقای قالیباف 12 سال شهردار تهران بوده. حالا شما این 12 سال که مشاور نبودید. من که نبودم. ولی چرا آخر دوره ایشون برگشتید گفتید من اشتباه کردم؟ چرا اون موقع نگفتید؟ چرا کنار نکشید؟ ببینید اینجوری، ببینید من مشاور پارادوکس ایجاد می‌کنید در ذهن مردم. من مشاور فرهنگی بودم. یک مشاوران فرهنگی اصولا نقشی در سیاست گذاری اقتصادی و اجرایی ندارن. ولی شما اقتصاد سیاسی درس میدین در دانشگاه، اونجا مشاور فرهنگی. باشه، بالاخره آقای قالیباف شما رو اینجوری قبول داشته. اگر من همراه آقای قالیباف بودم که الان مجلس بودم، الان اینجا پیش شما چیکار می‌کردم؟ الزامی نداره. شما انتهای دوره ایشون گفتید من اشتباه کردم. چرا وسط راه من معذرت خواهی کردم؟ الان شما می‌خواید دوباره یقه منو بگیرید معذرت خواهی کنم؟ من چرا وسط راه نگفتم؟ از همکاری با سیاست‌های تراکم فروشی از مردم بارها معذرت خواهی کردم. سوال چرا انتهای دوره گفتید که آقای محسن هاشمی رفسنجانی هم به جای دفاع بی خود بیاد بگه اشتباه کردیم معذرت خواهی؟ خب ایشون شاید انتهای دوره بگن، شما انتهای دوره گفتید. انتهای دوره شونه، ایشون الان یه سال دورش تموم شد. من میگم چرا آقای دکتر حسینی وسط راه که متوجه شدین؟ شما که اون بالا بودین تو دفتر آقای قالیباف میرفتین تو جلسات. بله بله، ایشون هم دورش تموم شده، چرا معذرت خواهی نمیکنه؟ خب شاید فکر میکنین شما نمیکنه. چرا میگه توهین شد؟ چرا میگه توهین شد؟ چرا میگه توهین شد؟ لحتون بود، لحتون بود. بله. ببخشید، با مسئولین باید با لین حرف زد؟ مسئولینی که ما رو اینجور بدبخت کردن باید لین حرف زد؟ اینجا موازنه است. نگاه کنید، شما خودتون میگید برابری هم حضرت امیر به مالک گفت لا تحجب بینک و بین الناس حاجبون الا وجهک، بین تو مردم صورتت بیشتر. بعد من با آقای رفسنجانی به عنوان استاد دانشگاه تهران حرف میزنم، میگه شما حق نداری تو این موضوع حرف بزنی، حق داری در اون موضوع در حرف بزنی، حق نداری در اون موضوع. من جواب تو رو نمیدم، شما هر حرفی بزنی من توش میپرم. این برخورد سلطنتیه، این برخورد سلطنتیه. شما اجازه نداری که به کسی بی‌ادبی کنی. پشت صحنه ایشون برداشت گفتش که تو من توهین کردی. پشت صحنه که دیگه رو پشت صحنه بعد من اومدم گفتم آقا شما یه حرف زدی رک رک تو صورت من، گفت نگفتم. اصلا من باورم نمیشه، اصلا من باورم نمیشه کسی تو چشمای کسی نگاه کنه یه حرفی که زده رو تکذیب کنه، هر حرفی که 3 دقیقه قبل زده. این وضعیت اداره شهری ماست خانم. بعد شما تو این لحظه میخواید بگید که ما با اینا آروم صحبت کنیم؟ آره باید با آرامش صحبت کنیم. نخیر، اصلا گفته بود که با دعوا آقای دکتر معنی نداره. که باید با آرامش باهاش صحبت بشه مردمن که 60% 60% 70% هزینه های زندگیشون رو به خاطر کارهایی که همین آقا و حزبشون و سیاستگزاران کردن باید بدن. چی؟ اجاره خونه. 51% مردم این تهران اجاره نشینن، بدبخت شدن با این سیاست ها. شما یه جوری چرا با ایشون با لحن تند صحبت کردی؟ نه نه، اصلا با هر کسی آقای دکتر ربطی به فرد نداره. با مسئولین باید با لحن تند حرف زد. نه نه، اصلا این حرفتون رو قبول ندارم. با مسئولین باید با لحن تند حرف زد. از مسئولین میشه مطالبه داشت؟ نه، از مسئولین باید مطالبه داشت، ولی گفتگو باید در کمال ادب و احترام باشه و در حوزه موضوع باشه. ایشون تو حرف من پرید یا من تو حرف شما؟ هر دو. نخیر، الان بحثتون رو بگید. الان مسئله شخصی نیست. الان شما بیاین جمع بندی کنید. در دقایقی که مسئول ایشون در دقایق چون ایشون شاهه در دقایقی که ایشون مسئولیت در دقایقی که ایشون حرف میزن خانم شاه کیه؟ کسی که اجازه نمیده حرف بزنی، کسی که به انتقاد میگه توهین. ببینید آقای دکتر، اینو شاهی الان جنبندی نکتتون رو میخواین بگید یا نمیخواید بگید؟ چون دارید به منم دیگه برچسب میزنید نکتتون. الان دیگه میگی چون ایشون شاهه، میگین از ایشون طرفداری میکنین چون شاهه، در صورتی که ربطی نداره. من اصلا طرفداری نکردم. شما فیر صحبت کنید. من به شما گفتم آقای دکتر ادب رو رعایت کنیم، به ایشون هم گفتم سه صدر به خرج بدین. شما خیلی بد پریدین. خب. من گفتم دیگه اینو الان شما من گفتید ادب رو رعایت کنید. آره. درسته؟ یعنی بی ادب نباشید. من به یه حرف شما بگم توهین؟ میتونم بگم دیگه. وقتی شما میگه ادب رو رعایت کن یعنی بی ادبی. شما میتونید اینجوری برداشت کنید. خب این نیست. من همچی برداشت نمی کنم چون من مردم معمولی ام. اینجا روی دو تا صندلی آدم ها رو به روی هم با یه قد و ارتفاع و مدل نشستن. حرف زدن. من در 20 دقیقه یعنی موازنه جمع بندیش کنی. باشه. چون به حاشیه میره. الان این سوال من رو ول کن. این سوال من جواب بدید. در 20 دقیقه صحبت ایشون صحبت یک کردن؟ یک دقیقه نه صحبت بیست... نکرد. بعد ایشون در صحبت های من صحبت نکرد؟ باشه قبوله. خب. یک دقیقه وقت بدید آقای دکتر. جمع بندی صحبت شما در حوزه مدیریت هم جمع بندی من این است که یک سلسله سیاست ها هست که مترو از آن جدا نیست.
این سلسله سیاست‌ها سیاست‌های آزادسازی شهری اصطلاحاً یا سرمایه‌داری شهریه. شما نمیتونی یک بخشش رو جدا کنی. تامین منابع اون مترو سبب میشه که این شهر گرون بشه. حالا آقای رفسنجانی می‌خواد از این در بره. می‌خواد بگه تامین منابعش از بانک. بعد جالبه که بانک مقصرتر از شهرداریه. یعنی اگه بخوایم بگیم مقصر گرانسازی شهر کیه؟ یکیش شهرداریه، یکیش بانکه. چرا؟ چون بانک صاحب بخش مهمی از املاک شهریه، به محضی که بانک میخواد سود کنه املاک گران میکنه. پس بانک مقصرتر از شهرداریه تو گرانسازی. یعنی ایشون در حقیقت یک استدلال برعکس آورد. کاش میگفت که چی عجیبم دادم. خب؟ در حالی که گفت از بانک گرفتیم. بانک نهاد خطرناکیه. بانکی که پارسال 2800 میلیارد تومان چی وام داده، زندگی ما رو گرون کرده. بانکی که صاحب املاک مملکت داره اجاره ها رو زیاد میکنه. بانکی که ضریب فزایندش 8 داره تورم افزایش میده. پس نگاه کنید، منابع ساخت و ساز مهمه، نه خود ساخت و ساز. بسیار عالی. نکته اینجاست که شما اشاره کردید کارگزاران، ایشون نگاهشون این بود که همه شهرداران این کار کردن و در همه شوراها. ایشون راست میگه. همه شهرداران همه حرف این بود. این درسته، این حرفش درسته، ولی من چرس کردم گفتم یک ریل گذاری توسط آیت الله رفسنجانی انجام شد. میگید که مبتعش ایشون بوده و هم ادامه پیدا کرد. تا همین آقای زاکانی دارن آقای وام زاکانی دارن همونن. وام دارن. الان شما فرض کن ما زمانمون تموم شده دوست. نمونه آقای زاکانی رو بگم. نمونه 30 ثانیه. نمونه آقای زاکانی رو بگم. آقای زاکانی از بودجه تراکم شهری رو اگه حذف کنه حقوق کارمنداش رو نمیتونه بده. خسته نباشید. درسته؟ خیلی ممنونم به خاطر حضورتون آقای دکتر. سلامت و پاینده باشید. من امیدوارم واقعا فرهنگ جامعه به اون سمت بره که بتونیم با آرامش با هم دیگه گفتگو بکنیم. ما هنوز آستانه تعامل برای گفتگو نداریم، چه در بین عام مردم که این همه نزاعات خیابانی زیاد میشه، چه بین مسئولین، چه بین کارشناسان و مسئولین. امیدوارم که هممون بریم به سمت اینکه با آرامش بتونیم به یک گفتگوی سازنده برسیم. درود بر شما از اینکه همراه آن ایر بودید. ممنون و متشکرم. خداحافظتون. ممنونم آقای دکتر لطف کردید. اینها چشمه بود، یک چشمه بود از این دزدی ها و خیانت ها. هاشمی رفسنجانی واقعا خانوادش حسابی ایران رو چاپیدن. رکورد شکنی خاندان هاشمی رفسنجانی در سفرهای خارجی زبان زد خاص و عام هست. یک مافیای ثروت و قدرت که در خارج از کشور هم اینها نفوذ دارند. بنا به گفته یکی از افراد نزدیک به خاندان هاشمی در چند سال اخیر، گویا تعداد 10 نفر از این خانواده شامل فرزندان، همسر و برادران هاشمی رفسنجانی مجموعاً در حدود 750 بار به خارج از کشور مسافرت نمودند که در این میان مسافرت‌های مکرر مهدی هاشمی حدود 260 نوبت، فاطمه هاشمی حدود 200 نوبت قابل تأمل از بقیه است. اسناد و سوابق نشون میده که در تعداد متنابهی از این مسافرت‌ها ملاقات‌های مشکوک داشتن و با مافیای خارج از کشور و حتی عناصر وابسته به سرویس‌های خارجی اینها ارتباط دارند. روابط پنهان مهدی هاشمی رفسنجانی با کسانی که دارای قدرت و جاسوس هستند هم شده است. برقراری ارتباط پنهان مهدی هاشمی با کسانی که در خارج در سرویس اطلاعاتی MI6 انگلستان هستند، گفتگوی پنهانی هاشمی با دیپلمات‌های آمریکایی بر اساس قرارهای قبلی و اینها کلن روابط پنهانی است که خاندان هاشمی رفسنجانی با خبرگزاری‌ها، نشریات به جاهای مختلف دارند و سعی می‌کنند خودشون رو انسان‌های مقبولی نشون بدن که دارند برای ایران زحمت می‌کشند، در حالی که همش دزدی و همش چپاول هست. امیدوارم این مناظره‌ای که بین پسر هاشمی رفسنجانی که در مترو مدیر عامل بوده، الان هم در شهرداری و شورای شهر هست و اینها مرتباً دارند بار بندیل خودشون رو میبندند تا فرار کنند، اما ملت ایران نخواهند گذاشت که اینها فرار کنند و باید تمام اموال و ثروتی که خوردند و بالا کشیدند رو مردم و انقلاب نوین که در شرف پیروزی است از اینها پس میگیرند. هم ایران رو پس میگیریم و هم اموال به غارت رفته. با سپاس از شما تا برنامه‌ای دیگر.